ساز مرد چوپان صدا صدای مهتاب امید و امید که جاودان شود بهاران صدا صدای آفتاب وای به سرزمین خورشید شکوه لاله ها چه زیبا. من کارم رو بدون ایده شروع میکنم، اصلا اعتقاد دارم که با هر ایده‌ای که شما از اول داشته باشین شما رو محدود میکنه. هر ایده‌ای، هر فکری، من زمانی که ایده داشته باشم کارم رو شروع نمیکنم، اصولا اینطوری باید خالی خالی باشم. کار من با تصادفات رنگی شروع میشه چون مهمترین امکاناته. شما اگر فکر بکنید، مثلا فرض کنید من میدونید که من در طول زندگی روزمرم کار دیگه ای رو دارم، یعنی اعتقاد دارم که هر هنرمندی باید کار دیگه ای داشته باشه در حقیقت، چون در متن جامعه باید آدم حضور داشته باشه، در متن جامعه باید باشه تا واقعیت های اجتماعی رو و پیرامون خودش رو اول بگیره، چیزی برای عرضه داشته باشه، بعد اون وقت بتونه اینا رو در کار هنر تبدیل بکنه. بنابراین بدون ایده من کارم رو شروع میکنم، بدون فکر، با بازی. من خیلی تصادفی رفتم سراغ کار نقاشی، من هیچ قبول نشدم. یعنی تمام سعیمو کردم و میخواستم دانشگاه برم و امتحانم دادم. اون موقع کنکورهای ایران میدونین که میلیون ها نفر تو شرکت میکردن و قبول نشدم، اون یعنی در اون مقطع زمانی قبول نشدم. بعد خیلی به طور تصادفی برادرم جلال گفت بود یه دانشکده ای هست به نام دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، دانشجو میپذیره، 60 نفر دانشجو میخوان، بیا برو شرکت کن. من تا اون موقع اصلا نمیدونستم ماجرا چیه، این مسئله بعد از دیپلم من بود در حقیقت. من سال 1354 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، درست؟ 3-4 ماه مونده بود که امتحانش برگزار بشه و من هیچ اطلاعی نداشتم، چون دیپلم من ریاضی بود، اصلا ذهنیت من یک ذهنیت دیگه ای بود در حقیقت. و به هر حال استقبال کردم و رفتم توی به اصطلاح یه جایی بود به نام آتلیه کنکور روبروی دانشگاه تهران. رفتم اونجا یک دوره 3 ماهه دیدم با ترس و وحشت، برای اینکه 2800 نفر تو دوره من شرکت کرده بودن دانشگاه و از این 2800 نفر اقلا بهشون ما بگم که 1000 نفرش مثلا کسانی بودن که دیپلم هنرستان نقاشی داشتن، یعنی 3 سال رفته بودن فقط نقاشی کرده بودن، صورت رو به راحتی آب خوردن میکشیدن، تن و فیگور رو به راحتی آب خوردن طراحی میکردن. خب من اصلا و ابدا تا اون موقع اصلا کار نکرده بودم، به هر حال سخت بود، یعنی خیلی دشوار بود. ولی توی اون 3 ماه 3 الی 4 ماه شبانه روز کار کردم، شبانه روز طراحی کردم و احساس عجیبی پیدا کرده بودم، دیگه اصلا خواب و خوراک نداشتم. و به طور تصادفی وارد یک به اصطلاح مسیری شده بودم که اون مسیر با من بازی میکرد، یعنی با من ارتباط داشت.
و خوشبختانه من توی 2800 نفر با همون موقعیت خیلی کم نفر سوم شدم توی یعنی قبول شدم. از زمانی که قبول شدم دانشکده هنرها دیگه اصلا به طور کلی موقعیت من فرق کرد، سرنوشت من تغییر کرد. تازه فهمیدم که به طور تصادفی من وارد یک مسیری شدم که یعنی با من سر کار داره. Ich freue mich sehr, dass wir heute morgen hier zusammen sein können. Ich habe, muss ich sagen, nicht schlecht gestaunt, als ich unten die Treppe hochkam und dass der Stimmenpegel schon darauf schließen ließ, dass hier oben die Bude gerappelt voll ist. Aber dass es so voll ist, hatte ich nicht erwartet. Mir hatte man aufgeschrieben, also es werden geladene Gäste sein und es würden einige Spontane noch dazukommen. Aber für die Spontanen scheint mir überhaupt kein Platz mehr zu sein. Und das ist ein gutes Zeichen. Glaube ich, ist das auch eine Gunst, die wir haben, wenn Menschen, die aus anderen Kulturkreisen hier heimisch werden und aus dem Vielfachen von Empfindung auch in dem Fall schöpfen können und uns daran auch teilhaben lassen können. Und ich frage mich natürlich immer, wie man das überhaupt schaffen kann, also so ein hervorragendes Lokal zu führen, erfolgreich zu führen und nebenher noch zu malen. Dann ist mir irgendwann der Eindruck gekommen, irgendwie muss man sich auch mal entspannen. Und ich vermute mal, dass das nicht in der Droschke ist, sondern eher beim Malen ist. Also das eine bedingt das andere. Und wenn er dann wieder entspannt ist, dann kann er wieder tolle, leckere Gerichte machen. Also aus meiner Sicht ist er eigentlich der leckerste Künstler von dort. طبیعی بود که اینجا باید به یه کاری مشغول میشیم، زندگیمون رو اداره بکنیم، یه لحاظ اقتصادی. اولش که اقتصاد خانواده، و طبیعیه که به هر حال باید از یه جای شروع میکردیم. و هر کدوم از بر بچه های ایرانی به سمتی جلب شدن. بچه‌هایی که تحصیل کرده بودن، خیلی‌هاشون راننده تاکسی هستن توی اروپا، خیلی‌هاشون کارهای به اصطلاح سر جای واقعی خودشون نیستن اونطوری که در ایران مثلا اینا انتظار داشتن. اینا خب طبیعی اقتصاد خانواده، ولی به مرور در دل این مسئله من یک مسئله دیگری کشف کردم که برام فوق‌العاده مهم بود. من می‌خواستم توی متن جامعه آلمان باشم، من می‌خواستم تو متن واقعیت‌های آلمان باشم و درک بکنم و بفهمم اروپا رو، می‌خواستم بفهمم. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان. من یادم میاد وقتی که آمدم آلمان، خب کلی کار کرده بودیم ایران، نمایشگاه گذاشته بودیم و کار کرده بودیم و همه ما رو به عنوان نقاش میشناختن. من کارامو به یه استاد آلمانی نشون دادم، همون وهله اول منو ناامید کرد. عکسای کارهای منو گفتش که هی ورق میزد، میگفت این که ون گوکه، این که سزانه، این که نمیدونم پیکاسوه، تو خودت کجایی؟ درست؟ برام جالب بود، من دچار چیز شدم، یهو اصلا خیلی برام ثقیل بود اینا. اون نقطه‌ای بود که این مسئله برمیگرده به حدود 30 سال پیش. نقطه‌ای بود که من با خودم لج کردم دیگه. یعنی من گفتم که یا من باید خودم بشم یا میذارم کنار نقاشی رو. من باید خودم بشم. و این خود بودن چیه؟ این اولین سوال به اصطلاح کار هنر هست. خب اولین کاری که من کردم این بود که سعی بکنم همه اون چیزایی که یاد گرفته بودم فراموش کنم.
و این فراموشی کار سختی بود. درست؟ من مثلا فرض کن شروع کردم دیگه کتاب ورق نمی زدم، کتابای نقاشی رو موزه نمی رفتم، نمایشگاه نمی رفتم، شاید مثلا 3 سال 4 سال به هیچ عنوان من کار نقاشای دیگر ندیدم و به اصطلاح ارتباطی برقرار نکردم. ولی توی این فاصله رنگ رو رنگ می ریختم و کار می کردم و کار می کردم و کار می کردم. درست؟ بعد به مرور یادم اولین تابلوهایی که حس می کردم که مال خودم هست، چون می دونی یه چیزی رو بگم، انسان یه هنرمند ممکنه به دو نوع کپی کنه. یکی اینکه کپی مستقیم بکنه که خب طبیعی مال خودش نیست، یه تصویر میذاره. یکی اینکه خودش خیال میکنه که خودشو داره میکشه، ولی از بسی در طول به اصطلاح سالهای دانشجوییش در ارتباط مستقیم قرار داشته و میدیده کار استادان دیگه رو، نقاشی رو میکشه ولی خیال میکنه مال خودشه، در صورتی که داره غیر مستقیم کپی میکنه. این خطر دومه و ممکنه موتیو مال مثلا فرض کن ون گوگ نباشه، موتیو مال مثلا فرض کن گوگن نباشه، ولی وقتی که تموم میشه اون حالات زیباشناسانه کار در حقیقت متعلق به اوناست، بدون اینکه خود آدم متوجه این ماجرا باشه. من سخت متوجه این مسئله شدم و هر بار که احساس میکردم که یه کمی تحت تاثیر قرار دارم، من کارم رو خراب میکردم. یعنی من اصلا با نقاشی روی نقاشی در حقیقت خودم رو پیدا کردم. انقدر این مسئله رو تکرار کردم تا رسیدم مثلا فرض کنیم به یک تابلوی که یک کمی غریب بود برای خودم. برای خودم غریب بود. امروز دوران سبک نیست. سبک ها دورانشون به نظر من تموم شدن. ما دوران بی سبکیه. امروز یک مسائلی در عالم هنر معاصر مطرح هست که سابقا مطرح بود. مثلا فردیت همیشه مطرح بوده در عالم هنر، ولی جهان پیچیدگی های امروز رو نداشته. جهان ما، شما الان مثلا فرض کنین همین به اصطلاح تولیدات الکترونیک در نظر بگیرین، من 30 سال پیش آمدم آلمان، هنوز هندی رو ندیده بودم، کامپیوتری در کار نبود. جهان امروز خیلی پیچیده شده. ما در بین کوههای اطلاعاتی داریم زندگی میکنیم. به همین دلیل فردیتی که در این جهان ساخته میشه، این فردیت پیچیده است و این فردیت حتما باید در کار یک نفر، یک هنرمند حضور داشته باشه تا او اصلا بتونه بگه من هنرمند هستم. جنون این نوشته ها چی روی دیوار؟ نوشته های من رو داری میبینی؟ خب من خیلی فکر میکنم توی عالم نقاشی و تو زندگی شخصی خودم مثلا کلن، ولی روی کاغذ مثلا روی جلوم بذارم روی کاغذ آچار مثلا بنویسم، اینا این کار نمی کنم. من درشت می نویسم میذارم جلوم تا بتونم از دور بهش نگاه بکنم، درست مثل نقاشی بعدم بهش فکر می کنم. اون مسائلی که ذهن منو درگیر می کنه خب میاد روی کاغذ. اینا همه در رابطه با کار نقاشی هست، فلسفه کار من هست. در حقیقت دارم پیدا میکنم که چه چیزایی نقش بازی میکنه در یک تصویر. مثلا فرض کن اینجا نوشتم که عناصری که به صورت ارگانیک به هم و در هم میپیوندند، یه عناصری هستن که به هم گره میخورن، بعد اون وقت پایه اساس تابلو رو پیریزی میکنن. در حقیقت thank you.
ich sagen, faszinieren mich in ihrer Fremdartigkeit, Farbenpracht und geheimnisvollen Thematik. Da wandern wir durch eine orientalische oder auch surrealistische Welt, die uns in einer modernen, malerischen Sprache präsentiert wird. Dawood Zafaraz spielt bravourös mit den Gestaltungsmöglichkeiten der modernen Malerei. Frei vom Zwang zu einer naturalistischen Darstellungsweise, die er im Übrigen auch beherrscht, Beispiele können Sie auch im Katalog finden, benutzt er moderne künstlerische Ausdrucksformen, immer bereit, Neues, noch nie Dagewesenes auszuprobieren. Einer seiner Aussprüche ist: Man muss verstehen, dass jede Kunst im Laufe der Zeit eine Grenze hat. Man kämpft mit seinen Gewohnheiten in der Kunst, versucht sie zur Seite zu legen. So bleibt die Kunst lebendig. بزرگترین هنر داوود سرفراز به نظر من انرژی رنگ ها رو تو تابلوهاش پیاده کرده و به لحاظ رنگامیزی بسیار قدرتمند تابلوهاش به قدری که وقتی برخورد میکنی بیش از هر چیز ترجیح میدی وایسی و این رنگ ها رو ببینی که بعضی هاش رو در طبیعت جاری نمیبینی. Das ist ein Schatz, den wir in der Stadt haben und wir sind uns dessen, glaube ich, noch nicht ausreichend bewusst. Deshalb bin ich sehr froh, dass heute sehr viele Menschen zu dieser Ausstellungseröffnung gekommen sind und damit auch dokumentieren, dass es ein breites Interesse an dieser wunderbaren Fähigkeit von Dawood Zafaraz gibt. Ich bin besonders begeistert darüber, dass bei Dawood Zafaraz eine Synthese gefunden ist von orientalischen Geist, iranischen Geist einerseits mit einer modernen Malerei. Und persönlich begeistert mich, dass bei Betrachtung seiner Bilder eine große innere Freude entsteht. من همیشه گفتم که یه هنرمند ایرانی باید بتونه در موقعیت و شرایط مختلف خودش رو خوب تعریف کنه، خوب بیان بکنه و این هم موقعیت رو تشخیص بده، هم فضای اطرافش رو تشخیص بده، هم آینده رو تشخیص بده. اینا رو تو کار داوود ما عیناً می‌بینیم. زبان رنگ، زبان فرم، زبان خط و برای رسیدن به اینا شما کاری رو می‌کنید که مثلا یک جستجوگر طلا میکنه، غربال میکنه. یعنی شما وقتی دنبال طلا میگردی باید هی غربال کنی، غربال کنی، به اون چیزی برسی که خالصه. یعنی ایشون هم تو نقاشی سعی میکنه به اون رنگ خالص برسی، یعنی بیان خالص رنگ، بیان خالص فرم. و اینکه فرض کنید اگر دشت رو نشون میده به عنوان مثال یا آسمون نشون میده، یک تکه ای رو میاره رو. یعنی در واقع اینجوری نیست که شما رو ببره گم کنه تو یک منظره دور و مبهم، بلکه سعی میکنه از دل اون منظره بکشه تکه ای رو، کاشی رو، یک موتیفی رو بیاره و به بیننده نشون بده و اون چیز پنهان رو نشون بده. Zafaraz Kunst zeichnet aus die Thematik,
aus seiner iranischen Heimat, verbunden mit westlichen, modernen Kunstrichtungen, die er gründlich gelernt hat und die er ständig auf eine individuelle Art und Weise weiterentwickelt. Artom در یک دانشگاه با هم درس خوندیم دانشگاه تهران بعد از همون زمان یک نگاه خیلی عمیقی به هنر داشت و تلاش می‌کرد که زندگی رو آنچنان که آدم حس می‌کنه در کار خودش نشون بده نه اون چیزی که دیده میشه ظاهراً بلکه آنچه که پشت این ظاهر پنهان هست اون رو در کارش به نمایش در بیاره و در این کار واقعا فوق‌العاده موفق به نظر من فرم خیلی خوبی برای خودش پیدا کرده هنر رو، هنر نقاشی رو، تاریخ هنر رو خیلی خوب میشناسه داوود و میتونه به درستی در کارش از اون استفاده کنه. احساس خیلی خیلی خوبی دارم حس میکنم که بالاخره توی این نمایشگاه خاص خیلی از خودم رو بروز دادم و نشون دادم و خیلی حس زیبایی دارم خیلی قشنگ